تو ایام عید تا جایی که من یادمه میگن اگه با کسی رابطه نداری قریب ببخشش برو ببینش. این خیلی ها انجام نمیدن، درستش اینه که انجام بدی یا نه؟ از روی الان میگم از روی مهرطلبی نه، یعنی پرونده رو به خودم نگه داشتم، یه ماسک میذارم، میام میگم آره من که کاری ندیدی خیلی وقت، ما که چیزی نگفتی، ما که کاری نکردی، حالا میام خونشون، ولی با پرونده اومدم. من اگه اینجوری میخوام برم ببخشم دروغ دارم، به خودم دارم دروغ میگم. اگه امکان بخشیدن یه سوء تفاهم هست، فرها بابا ویلکام، بابا ببین مصیبت ها رو خجالت بکش، اینقدر گنده نکنی، ببخش طرف رو، بذار طرف خودش شرمنده میشه وقتی تو ببخشی. شرمنده نشد دیگه وارد زندگی خصوصی نکن، اجازه نده که وارد زندگی خصوصی باشه، مستقیم دیگه اجازه بهش نده که توی زندگی باشه. سالی یه بار فهمه جان، سالی یه بار، سالی دو بار هم دیگر رو میبینیم، تو خیابون میبینیم، سلام علیکم مثل آدم با هم میکنیم، دشمن هم بیگه پشت سر هم بیگه هم حرف نمیزنه، اینجوری میکنیم. یکی از که امکان بخششش هست چرا نکنیم، یکی از نمیشه بخشید، یعنی انقدر به یه مرحله رسیدی که نمیخوای، چون حق هر کسی که نمیخواد ببخشید. مادامی که به خود آسیب نمیزنه، مادامی که طلاق عاطفی سالم بهش دادی، گفتی you're there, I'm here، تکلیف تو روشن کردی باهاش، سلام علیکم تام میکنی، خونش هم عید دیدنی میری، برمیگردی، پرونده گذشته رو از بین میبری، کاری دیگه نداری. بابا life is going on، life رو نباید متوقفش کرد. بعضی وقتا مثلا همین امروز سر یه موضوعی دوباره متوقف، دو هفته پیش دیدیم چه متوقفش کرده بودن، یه نفر گیر کرده بود، هی میشه امروز دوباره گیر کرده. این گیرا رو الان یاد بگیریم، تا میبینیم ما گیر کردم، تو خونه داری بحث میکنی، گیر میدی، هی تکرار میکنی، خودم به خواهی بگم که گیر دادم ها، گیر دادم ها، دوری دارم دارم میشخم ها، این دایره هست ها، دایره هست ها، ول کنم، به طرف هم میگی ولش کن اصلا، دوری دایره همون داریم میچرخیم. خب، حالا بریم جب. من از خیلی ایرانی ها شنیدن، یعنی خیلی مثلا یکی یه برخورد بد میکنه، یه حرف بد میزنه، بعد در ضمن میگه که ببخشش، زبونش بده، قلبش خیلی خوبه، اصلا حقیقت نداره. واقعا میگم آخه اون چیزی رو که میگه مثلا مادر فراموش میکنه یا هر چیزی، مثلا تو میگه قلبش صافه، اینو حقیقت نداره. این یه تحمیل خیلی غیر اخلاقی و غیر اصولیه که به ما وارد شد. چون هر وقت کالچر رو ببینیم خیلی زیاد در هم به بنیاد میدن ماسک بذاریم، نه دقیقا به طرف مقابل هم یاد بدیم که فحاشی کنه، ناسزاگویی بکنه. چون مثلا یه تو کوتاه‌بیا حرفی میزنه، قلبش پاکه، قلبش خوبه، امکان نداره من اگر قلبم پاکه یه دفعه بزنه به سرم اون روی سگین بالا بیاد. ببخشید آقایون سگ و خانمای سگ بسیار عذرخواهی میکنم، اون روی دبلم بیاد بیرون، اون روی دبل اون موقع ها بیاد بیرون، اونم اون یکیش ماسکه، مهربونیش ماسکه، اصل قضیه چیزیه. یا اینکه من انقدر جمع میکنم، مهرطلبم، جمع میکنم تحمل میکنم تا به انفجار میرسم، باز مهرطلب بودم دیگه، ماسک داشتم که من مهربونم تا به انفجارم میرسم. یکی از برتری طلبه دائما شمشیر میکشه و برتری طلب میگه تقصیر خودتی، عصبانی میکردی فرشت دادی، عصبانی نکنی که من کاری ندارم، خواهر دوم من نزد کاری ندارم به تو، نهایت بی انصافی، اصلا اینو قبول نکن. طرف بگو اتفاقا اصلا این واقعیت ندارم، یک انسان مهربان نمیتونه فرشت ناسزا بگه، اینجوری شمشیر بکشه.